بسم الله الرحمن الرحیم ابهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتجلین. مقدمتاً میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام رو تبریک عرض می کنم و از خداوند آرزومندیم که به حقیقت این امام بهره ای از آن موشکافی هایی که به این امام عنایت فرمودی تا حقایق دینی را در عمقی که حد بقیه نبود آشکار کنند به ما نیز مرحمت بفرمایید. و به حقیقت این امام از مواهبی که در این ماه به اولیاء خودش مرحمت می فرماید ما را محروم ننماید. حضرت در ترسیم اهل تقوا فرمایششون به اینجا رسید که اهل تقوا و اذا مروا به آیت فیها تخویف اسقا الیها مسامع قلوبهم اسقا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. ظاهر معناش که مشخصه، یعنی اگر به آیه‌ای برخورد کردن که در آن خوف بود، اونچنان اینها گوشهای جانشون فرو می آمد در این آیه که انگار صدای جهنم را، زفیر و شهیق جهنم را بغل گوششون حس می کنه. خب بحث اینه که این صفت چطوری برای انسان گیر میاد. نمونش هم که داریم در همین اصول کافی هست، زیادم شنیدین که حضرت رسول صلوات الله علیه و علی آله صبح اومدن نماز صبح بخوانن، دیدن یک جوانی خیلی ظاهرا نحیف در صف اهل جماعت هست، ازش پرسیدن کیف است بحت یا زید، معنیش ظاهریش اصطلاحیش نیست که چطوری، حال چطوره، در چه حالی هست. این آقا یه ادعای عجیبی کرد، گفت یا رسول الله فی الیقین، من در یقینم. اونایی که اهلن میدونن یقین یعنی چه. ای آدم عادی مثلا بگه، شاه یه بار با اشپیگل مصاحبه میکرد، میگفت به نظر من احتمالا 100% 100 در 1000 همه مردم ایران با منه. اصلا این اصلا نمیفهمه چی میگه. حالا اون که کسی ازش انتظار نداشت، احتمالا 100% 100 در 1000 همه مردم ایران با منه. ولی اگه یک کسی مثل این آقا بگید من در یقینم، به کسی به نام پیامبر که میفهمه یقین یعنی چی، خیلی ادعاست، خیلی ادعاست. اینه که حضرت فرمودن که ای زید، هر ادعای علامتی داره، علامت این که میگی در یقین هستم چیه؟ عنایت بحث به اینجا سا که عرض کرد یا رسول الله این تیکشا صدای زفیر جهنم رو همه حاله دارم میشنه،
یعنی من همین حالا صدای زفیر جهنم رو میشنوم، حالا عرض خواهم کرد یعنی چی، و میبینم همین حالا کدوم اصحاب دون در جهنمن کدوم در بهش، که روایت ادامهش اینه که گفت بگم یا رسول الله، حضرت دندونشون رو به اصطلاح به لبشون لبگزه ما میگیم دیگه، که یعنی نه دیگه صداش بلند نه. بعد خود حضرت روشون رو کردن به اصحاب، یعنی تایید کردن گفتن هازا این شخصی نور الله، ایمان قلب اینا نورانی کرده است. بعدم داستان طولانی است که حضرت گفتن چی میخوای، گفت یا رسول الله من فقط تقاضام نیست که برام شهادت رو طلب کنید، و حضرت هم دعاش کردند و در اولین جنگ هم شهید شد. حالا صحبت اینه این جناب زید چطوری به اینجا رسیده است، و اینکه حضرت امیرالمومنین در این خطبه می‌فرماند که اینا طوری است که انگار، اینجا زنوه اونجا کعنت، هر دوش یه معنا میده، یعنی انگار همون که عرض کردم، انگار شما چی؟ انگار این که از دور دارد میاد حسن آقاست، نه یعنی مثل این لیوان میبینید، نه یعنی این که هیچ جهل کامل دارید. همیشه از اینجا دارم میخواد این نکته را تا آخر تو ذهنتون داشته باشید، مقام شهود عموماً مقام زنو و کعنه، چون گاهی مثلا براتون یه انتظارهایی مثلا ما از عرفا داریم، بعد فکر کنیم یه انتظارات منطقی است، بعدم یا باشون بد میشیم یا قلوب میکنیم. عموماً مقام شهود کعنه است یا زنوه، الا مقام شهود معصوم، فقط اونان که اسمتشون اسمت انه، یه انه داریم یه کعنه داریم دیگه، خودمون مگه تو فارسی نمیگم کعنه اینجور، یعنی اینجور من میفهمم، ولی نه اینکه اینن شما هیچ وقت انه نمیگون آقا انگار این لیوانه، نه خب میگون دیگه لیوانه. مقام غیر معصوم عموماً کعنه یا زنوه، برای همینم این جمله را تا آخر تو ذهن عزیزان باشد که برای همین هر شهودی باید به معصوم تجربه بشه، یعنی شما اگرم یه خطورات قلبی براتون پیش اومد اصلا نباید روش پاواستی، چون مقامش زنو و کعنه است، باید بزنید به مقام انه، یعنی آخرش ببینید در تیته شهود اسمت اینجاش کجاست. عرض کردم در یه جایی همینطور که شما مباحث عقلی را به بدیهیات میزنید، همیشه استدلال باید به بدیهی ختم بشه، شهودم باید به بدیهی ختم بشه، بدیهی شهود معصوم است، بدیهی استدلال همینه که در هر ذهنی هست. مثلا شما میگون حالا که هیچ چیزی بی علت نمیشه، پس این صدا ببینیم علتش چیه، شما این که میخواین میگون این صدا علتش چیه، بر چه مبنایی میگون حالا که هیچ چیزی بی علت نمیشه، یعنی یه بدیهی دارید، بعد بقیه مبانی فکرتون رو مبانی سوار میکنید رو اون بدیهی. اینجا اهل شهود اهل یقین میرسن انشاءالله به لطف خدا به مقامی رسیدن که انگار اصلا صدای جهنم را میشنوند. خب اینجا بحثش آسون است، عملش سخته است، اما همینطور که جلسات پیشم عرض شد اگه بدونیم چطوری شروع کنیم و کجا میخواییم بریم نجات پیدا میکنیم. اصلا فرق شیعه و غیر شیعه تو همین جملات است. شیعه علاوه بر به آداب به کیفیات هم توجه میکنه. شما این خطبه را ببینید، مثل خیلی خطبه های اهل البیت
نظر به کیفیات دین دارند. در اهل سنت عموما اوناشون که نزدیک به شیعه شدن مثل بعضی عرفا، خداشون هم میگه دیگه، مثلا طرف میگه آقا من سلسلم به قنبر غلام علی ابن ابی طالب علیه السلام ختم میشه. یعنی اینا اگه کیفی شدن چون شاگردی شاگردان اهل البیت کردن. عمومنم اهل سلوک غیر شیعه هم سلسلشون به امیرالمومنین ختم میشه، حالا یا با واسطه امام رضا یا امام صادق یا غیر واسطه ائمه دیگه. نمیخوام تاییدشون کنم، میگم اصلا نمیشه اینو از ذهن دونه عزیزان بیرون نکنیم. شیعه یعنی آداب با کیفیات، و غیر شیعه که از شیعه جدا باشد این کیفیت رو نداره. و اگه دیدیم ما رو کیفیت دینمون تأکید نمی کنیم، خطر جدا شدن از اهل البیت رو داریم. همطور که شما نگاه کنیم میگه ما شیعه و حالا هممون روح فرهنگ اهل البیتی رو اصلا میشناسیم که حالا بخواییم دنبال کنیم. فرهنگ اهل البیتی فرهنگی حداقلش به قول کربن، حالا ما شیعه به قول خودمون هستیم، به قول کربن، پروفسور کربن میگه اون چه که ائمه شیعه از اول گفتن که معنویت اصل دین است، غزالی آخر عمرش بهش رسید که کتاب احیاء العلوم را نوشته. احیاء العلوم غزالی به قول آیت الله جوادی میفرمان حرف هر چه حرف حساب آقای غزالی دارید مال آخر عمرش است که شیعه شده است. کتاب احیاء العلوم جنبه کیفی دین رو آقای غزالی میخواد روش برنامه ریزی کنه و کار میکنه. حاصل قضیه این که چطور میشه که آدم به جایی برسه که صدای جهنم رو حس کنه؟ عرض کردیم این راهش مشخصه، عملش هم مشخصه، همت میخواد. راهش مشخصه که ما همین حالا یه جنبه روحانی داریم به نام نفسمون. این جنبه روحانی ما همین حالا همنشین قیامت هست. فقط تعلقات دنیایی، عقاید غلط، اخلاق غلط نمیذاره که این نفس ما که همین حالا همنشین قیامت هست آزاد بشه، نگاه کنه به قیامت، قیامت رو حس کنه. این چه خیلی دین من و شما تلاش میکنه ما گرفتار نباشیم. گرفتار اگه باشیم چی میشه؟ این نفس ما نمیتونه مقام انس خودش رو که دارد ببینه. فردای قیامت میاد، عجب فی غفلت من هازا، یعنی من بودم غافل بودم. الان ممکنه یه چیزی اینجا باشه، من بعدم میگم آقا غافل بودم، یعنی بود من نمیدم. غفلت چند بار تو قرآن اومده، میگه اینا از قیامت غافلن. اهل تقوا، حالا بعدم باز میرسیم، از قیامت غافل نیستن. چطوری غافل نیستن؟ اینا خواهش میکنم دقت کنیم، این حرفا رو بریزین کنار که هی یاد قیامتی ما اینا نمیشه. بی خودی خودت هم سطح بنزن. باید یه طوری بشه که قیامت رو حس کنی. این که هی به خودمون سطح بزنیم و هی بخوام تو حافظمون قیامت نگه داریم. آخه قیامت یه حافظه ای که کار ازش نمیاد که، یه ترس جزئیه. این راه اصلاح خودمون نیست، این به زحمت انداختن خودمونه. راهش اینه که ما حس قیامتیمون رو بیدار نگه داریم، نه اطلاعات قیامتیمون رو هی تکرار کنیم. همه من و شما میدونیم قیامت هست، اما اینکه یه مرتبه طرف بدنش میلرزه یه گناه انجام بده، میلرزه نه میدونه، قصه نمیخوره، قصه که از دست رفت، نه آتش میگیره.
راهش هم مشخصه، مسیرش هم سخت نیست. برنامه ریزی میخواد، از خدا بخوان موفق بشی. دوباره جمله من التفات بفرمان، روایت هست دیگه. نه، میفرمان امام صادق روح مؤمن در حدی نزدیک است به خدا و قیامت و غیب که شعاع خورشید نزدیک است به خورشید. خب شما میپرسین پس یبن رسول الله چرا ما نزدیک نیستیم؟ نه، نزدیکی جنبه ای از خودت رو بیش از حد رشد دادی، از اون جنبه محروم شدید. مثل یه دسته که میذاریم رو یخ، دسته که مدتی میذاریم رو یخ، خب بعدش حس نمی کنه چیزا را، حس داره، کرخش کردی. به قول ملا صدرا رحمت الله علیه میفرماد، به ما به من میگه یا محکور فی القبر البدن، میگه ای که خودت در قبر بدن احتکار کرده، فقط نگر داشته تو قبر بدن. حالا خب این حس از بین نمیره، چرخ میشه. برای همین هم میگویم خمول پیدا میکنید، اصطلاحش خمول است، یعنی خواب خمیده میشه. یه مرتبه آدم، برای همین هم گاهی بیدار میشه. خودتون حس کردین دیگه، ماه رجب، این ماه تعالی انسان بیدار میکنه آدم را. عجیبه، شما میبینیم اگه در ماهای دیگه، تو این ماه چه روزه بگیرین چه نگیرید، بگیرید یه توفیق است، نگیرین قصه است. شما تو ماه قبلی روزه نمیگرفتین قصه نبود. این خودش نشینه بیداری است. حالا یه وقت یکی بیماره است، مشکل داره، بحثه نیست که بی خودی. حالا بعدا میرسیم بی خودی نباید دادن به خودش چیزی که بدنش طاقت نداره رو تحمیل کنه، اما اینکه حس میکنه که دری به سوی سعادتش باز شد. حالا همون قصهش که میخواست اون اعمال انجام بده و نشده است، مطمئنا نتایج بسیار عالیه براش داره، اون بحثش جداست. اما میخوام عرض کنم این حس گاهی بیدار میشه، تو ماه رجب به خصوص این حس خیلی بیدار میشه، در ماه شعبان و رمضان به خصوص، ماه رمضان که دیگه شما دیدین قوقاست. اون چه میخوام تأکید کنم این که این صدا بغل گوش ماست. جمله حضرت همینه، فی اصول آذانه، یعنی بغل گوششون صدای جهنم. اما چرا ما نمیشنویم؟ اون بود شنوای متعالی خودمون رو با سه تا چیز خراب کردیم. اعمال باطل، اعمال باطل، پرخوری، پرگویی، خودنمایی، یکی با اخلاق باطل، حسادت، غضب بی خودی به مؤمنین داشتن، کبر، یکی هم عقاید باطل. این خیلی عجیبه، سو عقیده باطل بیچاره میکنه آدم رو. عقاید غلط، عقیده‌ای که توش حضور قیامت و حضور بهشت و جهنم معنی نداشته باشد. امام میفرماد اصلا این از ما نیست. از ما نیست یعنی چه؟ یعنی اصلا این هیچ وقت با این عقیدش به معارف ما و به هدایت ما نمیرسه. این که شنیده و منظور که ما خودمون رو خسته کردیم با اعمال غلط، اخلاق غلط و عقاید غلط. این نفس ما سرزنده نیست. آخ سرزنده که نیست، خب میشنوه، یعنی حضور آنجاییش رو حس نمی کند، حضور اینجاییش رو حس می کنه. این مسئله برای خودتون هست که شما کجایید. این حل بشه تا ایشالله حل بشه. شما کجایید؟ از دین بپرسی، میگه هر انسانی همه جا در همه زمانها در همه مقام هاست. یعنی حضرت عالی که اینجا نشست به جان عزیز خودت،
از اول خلقت تا آخر خلقت در همه مکانها در همه مراتب، یعنی از دنیا تا قیامت همه حالا هست. ممکن است بگی که پس چرا من حس نمی کنم؟ جوابش نیست، بگو کجا را برای خودت انتخاب کردی. هر جا بخوای باشی هستی، نه میری و هستی. میدونین که مثلا شما تو خواب اینا بهتر میتونین تجربه کنین. شما تو خواب اراده میکنین خونه خواهرتون باشه، میبینین هستید. اراده میکنین برین اونور خیابون، میبینین هستید. چرا؟ چون نفس انسان مجرد است، مجرد فوق مکان است، بنابراین نمیره، هست. بدنش میره. داستانهای ریزی تو این قضیه خوابیده است، خیلی ریز و شیرین. گاهی خودتون حواستون میگیره خب یه سر در فلان رفیقمون بزنی، نفستون رفته است، ملتفت شده است. حالا شما در حافظه دون، حافظه مال بدن است، حضور مال نفس است. حالا در حافظه دون یاد رفیقتون میاد، خوب شد یه سر بزن. از خودتون نمیپرسین چرا یادتون اومد، کی اومد وسط که شما یاد این رفیقتون افتادین؟ یا علی بلند میشین میرن سر میزنین. این سر زدن حصولی که سرمایه دون میشه و این سر زدن است که برای شما باقیات و صالحات است. اون سر زدن، سر زدن هستی. مثل بنده مرد هستم، مرد بودن من که باقیات و صالحات برای من نمیاره، وظایف مردی ما انجام بدم باقیات و صالحات میاره. هستید در همه عالم، اما این که این حضور رو بر اساس تکلیف دینیش کنید و وظیفه مندش کنید، اون میشه انشاءالله سرمایه شما. عرض من اینجا، شما همه جا هستید، میمونه که کجا باشید برای شما بهتر است. کدوم مرتبه خودتون رو انتخاب کنید؟ مرتبه بدنتون رو بعد انتخاب کردید، مرتبه عالیه خودتون را که در ابدیتتون اونجا مستقر میشید حالا باشید، این میشه حضور قیامتی. پس عرض من تا اینجا این شد که الان هر کس چه بد چه خوب در قیامت هست. اینقدرم ریزکاری داره. بعضی موقع خودتون دیدید مثلا یه جوونی شما میبینین یه مرتبه یه تحولی درش ایجاد میشه، سه رو بعدش هم میمیرد. یک تحولی حلالیت میطلبه، آقا ببخشید، بعدم میمیره. شما از خودتون بگید آقا این چی تو شد این سه روزه؟ نفسش چون مرگ قیامتیش نزدیک بود بیشتر حس کرد. خودش در قیامت یافتید وای بده کار این آقاست، آتش است. حس آتش نمی کنید، حس اذیت میکنه تا نرد قیامت. یه مرتبه چون نزدیک دید محسوس تر بود براش، یه تحول ایجاد شد درش، بدیار درست شناخ، خوبیار درست شناخ، حلالیت و دادن قرض و اینا. بعدم این دوسته رو بعدش مرد، این دوسته رو قبلش مرد، ولی این فرصت حس قیامتی را بهش دادن که خودش رو بیشتر تصدیق کنه. این مسئله را میخوام فقط به یه نتیجه ما بیشتر نرسیم که شما الان همه جا هستید، اما چی شد از که خودتون رو در همه جا حس نمی کنید؟ این مشکل من و شماست که مشکل اهل تقوا نیست، اینه که اونها مشغول دنیا نیستن. آرزوهای احمقانه دنیایی اشغالشون نکرده است. پوز دنیا و شهرت و رزق و اینا زندگیشون رو پر نکرده است. خدا رو میخوام، یعنی روحشون رو از کدورات دنیایی پاک کردن. حالا که پاک کردن، حس قیامتی به لطف خدا پیدا میکنم. من مفصل نظرم شما راجع به حس قیامتی کار کنید. ما تو اون بحثای معرفت و نفس ولحش بحث کردیم به کمک اساتید. بزرگان ما رو این قضیه خیلی کمک به شما میکنن. نامه هایی که علمای بزرگ به بقیه مینویسند و بخونید،
خیلی کمک میکنه. ما باید حس قیامتی پیدا کنیم. به دو مرحله این حس قیامت پیدا میشه. یکی این که به شدت باید از حرام دوری کرد. حرام خلاص میکنه آدم با. یعنی حرام دیگه هیچی برای آدم نمیذاره. نه خب دیگه حرام انجام باید نداد. حرام یه سب عجیب خطرناکیست دیگه. حرام نباید انجام. از هر حرامی باید توش. غیبت حرام. نمیدونم دیوونه شدیم ما. آدم تو قیامت الان زندگی کنه در منزل ابدیش چی ضرر داره که علاقه من میشیم غیبت اینا بکنیم که دلمون حال بیاد. خب این چه دل حال اومدنی است؟ خب خودم وقتی اینه چی را از دست میده؟ قیامت از دست میده، بقا، نورانیت، بیداری، بصیرت. قیامت که چیز ساده ای نیست که آدم این جوون 3 روز یه ذره حس قیامتی رو اینقدر بصیر میشه که میفهمه چی بده چی خوبه. جوونای ما دیدین بعضیا خیلی الحمدلله خوبن، حس خوبی دارن، راحت میدونن گناه بده. خب یکی اینکه گناه به شدت باید نکرد، یکی اون طرفش مستحبات رو باید تا اونجایی که وسعتون میرسه چون زنده نگه میداره این حس رو، تا اونجا که وسعتون میرسه انجام بدیم. به هم دعا کنیم که خدا یکی این مستحبات دعا به هم دیگه است. وقتی به هم دعا کنیم هم مستحب انجام داده هم همدیگه را انشاءالله در بصیرت کمک کنیم. پس میبینی این بنده خدا پس در یک کلمه حسش بیدار شده است. اهل تقوا حسشون بیدار میشه. حضرت میفرمان اینا دیگه قیامت ها بغل گوششون حس میکنن. من نمونش رو حالا در شما یادآوری میکنم. واقعا الان اگر شما بفهمید مثلا این شامی که میخواید بخورین حرامست، متوجه نیستیم گاهی واقعا حس قیامت داریم. این نماز و این روزه ها و این رکوع و این جماعت اینا ناخودآگاه شما را قیامتی کرده است. همین که گرسنه گرسنه دونه غذای خوشمزه خوشمزه است، همین که بفهمید حرامت دیگه نمیتونید بخورید. خب یعنی چه؟ یعنی به همین اندازه نمیتونید بخورید، اصلا بدتون میاد. این چه خبر شده است تو شما؟ این که جدال نمیخواد. این آدم حس قیامتی، بوی قیامت به مشام درسته اینا بد میبینید. در صورتی که یه آدم بی دین کافر نماز نخور اصلا حس نمیکنه، هر چی نگاه میکنه بد نمیبینه، خوشمزه میبینه و میخوره میره پکاش. حس قیامتی یه چیزی است که آروم آروم در شما میاد. حالا این آقا اونچنان بیدار میشه که میشنوه، به جای میرسه که میبینه. میبینه دیگه، میبینم داشتن دیگه احتیاج نیست بگیم. مرحوم آیت الله سید علاءالدین گلپایگانی شاید باشن، حالا اگه حضور همین اصفهان شما بودن، ایشون میگن که من اسمشون زمین دقیقا نیست، که ایشون میگن مستحب برای اهلش نه برای همه که شباب در تخت فولاد در قبرستان شب زنده داری میکردن دیگه. خب میدونید حالا برای کسی که به ترسه ده اینا میگن نه نه تازه بعد شیطون سر به سرش ده. خب ایشون میگن که رفتم نشستم و بساط عبادت رو فراهم کردم، دم مردیه چی مرد توفا مرده اووردم. خب این قاعده است که میسپردن فردا میمدن تو نزدیک بود به همون قصال خونه با اینا، چون میگن یه مرده آوردن دو یه قاره خونه اومد نشست بالا سرش شروع کرد قرائت قرآن. گفت یه مرتبه دیدم دوتا ملک اومدن همچی گرز تو سر این میزنن که آتشش تا آسمان میرید. وحشت کرد، دیدم قاره خونه این خیالش سر قرآنش. هی چند بار پریدم تا دم در این چفت در رو بکنم میخوردم زمین. قاره خونه گفت چه دسته اینه، هی دنم بند اومده بود، هی اشاره کردم به این چف درو برام وا کرد. از تخت فولاد تا اصفهان زمستون برفی هی خوردم زمین آدویدم. ایشون میفرماد چند وقت تو ذهنم است 1 ماه مریض بودن که بعد تشریف برن نجف و قیمتی بزرگی
میدیدن. شم شنید قصه محبوب و مست شد کو قسم چشم میدید. میخوام بگم که پس در یک کلمه این راه راهیه که باید شروع کرد. همین یه ذره که شما دارید لطف الهی هست، شاکر نیستید که واقعا حس میکنید گناه را کم و زیاد. خب اینا زیادترش که بکنید، خب زیادتر حس میکنید، زیادترش کنیم میشنویم، علنه احساس فقط داریم، زیادترش کنیم انشالله میبینید، یعنی میبینیم دیگه گناه. این جناب زید که عرض کردم میگه میبینم اصحاب شما را در بهشت و جهنم، این یه چیزیست جنسش هم. پس در یه کلمه این جمله آخرین قسمت اینه، جنبه توحیدی خود را به اندازه‌ای که حفظ کنیم و از کسرات آزاد بشیم حضور قیامتمون بیشتر میشه، چون توحید وسعت داره، هرچی ما توحیدی بشیم وسعت پیدا میکنیم. بعد حضرت میفرمان که اهل تقوا برای بدنشون در کنار عقیدشون برنامه دارن، فهم هانون علا آساتهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم. این حالت سجده است. میگه اینا دو قسمت، میفرمان که اینا اهل رکوعن، منحنی میشن از وسط، هانون علا آساته، اینا اهل رکوعن. آقا از رکوع چی دیدن که ول نمی کنن؟ شما از خدا برای من و خودتو بخوان، خدایا در رکوع خودت رو به این شکل به ما نشون میدی که همه صفات منم، خب خدایا ما را راکع کن. در رکوع خدا خودش یه جور خاص به ما نشون میده، در سجده یه جور دیگه نشون میده. در شما کدوم ازتون دلتون نمیخواد خدا رو در همه صفات عالیه ببینید؟ هر چه صفات عالیه است، کمال است، خدا رو ببینید. خدا خودش رو در صفات عالیه به ما نشون میتونه بده، ما باید ببینیم. با رکوع، رکوع طولانیش آروم آروم آماده میکند انسان را که این حالت پیش بیاد. شما که قدیم نیست قضیه را که بهتر از من میدونیم، خادم امام رضا میفرماد که رفتم، قمع خودم هم تو ذهنم هست که میرفتیم گنب بالای، یعنی قسمت پشت بام امام رضا طوری بود که میشد بری، یعنی مانعی نبود، چون حالا خیلی شلوغ است، نمیشد بری، معمول بود. ایشون میگه که دم غروب بود رفتم پشت بام، دیدم مرحوم آیت الله نخودکی به رکوع است. زمستون خدا چی کار کنی؟ هرچی پا به پا مالیدیم دیدیم آقا بلند نمیشه از رکوع. گفتم یه خدا چوب روشن کردیم کنار آقا که حالا سرما نخورد، حالا ما میخوایم در رو ببندیم و بریم تا ببینیم چی میشه، صبح میامیم. میگه که ما چوبا روشن کردیم و رفتیم، صبح اومدیم دیدیم هنو آقا، صبح قبل از اون میمدن دیگه برنگ، دیدیم هنو آقا به رکوعش کلی برفم پشتش خوابیده. من نمیخوام بگم من و شما شروع کنیم این کارو تا سرما بخوریم سینه پهن کنیم، نه، ما آخه نوک بزنیم، داستانی داره این که عرض میکنم، نوک بزنیم، یعنی یه نوک میزنیم وای الان داره عقب میشون، نوک دوم ما میزنیم یه ذره طولانی تر میشه. بالاخره میگه که صبح اومدندم کلی برف رو آقا نشسته، هنو آقا به رکوعه. چرا آخه همینطوری که نمیشه؟ خب بفرمایید بنده با جناب عالی، حالا من بدبختم دیگه، به رکوع میریم، آنی همش که میریم به رکوع میام چیزی گیرمون بیاد یادمون میاد که پس نماز ده چرا تموم نمیکنی، کارا مونده است، ول میکنه. یعنی همین که حضرت حق میاد خودش نشونه ما بدید، ما دیدی همش که میخواد بخوابه، خوابیدن یعنی که میخواد بره قید میپره بالا، الحمدلله هنوز بیدار است. یعنی
آنی که میخواد به غیب بیاد، الان این بحث جدا است که غیب میاد نه ما میگیم غیب، همین که غیب میخواد بیاد، ما مثل بچه‌ها که غریبگی میکنن، غریبه میکنن، عقب نشین میکنن، عقب نشین میکنیم، رکوع امتحان کن، آنی که تو رکوع حالا منظورمونه حضرت حق میاد خودش نشونه ما بده، یهو میخوایم عادی باشیم دیگه، ما چیکار کنیم؟ هیچ چیز، سجده بکن برو خونه، خلاص میشه. اینو عکسش، اینا در رکوع محبوب خودشون را مطلوب خودشون قرار دادن، برای همین ول نکردن. بالاخره باید تمرین کرد، ما کم کس که نده در شرایط امام سجاد داریم. راوی میگه اینقدر واسادند که من پا به پا کردم، عبامو پنگ کردم روش، بعد اینقدر به رکوع رفتم که من هلاک شدم، بعد اینقدر به سجده رفتم. هزار بار ذکر یونسیه میگن، ما ببینیم ما چقدر عقبیم، هزار بار امام میفرمان، امام تو همین کتاب شرح جنود عقل و جهل میفرمان کسانی را هستن که هزار بار همون لا اله الا الله سبحانک انی کنت من الظالمین الا انت، هزار بار ذکر یونسیه. میخوام عرض کنم اینا در رکوعشون جمال حق رو در صفات دیدن، در رکوع. بعد حضرت میفرمان که بعد خودشون فرش زمین کردن، مفترشون پخش کردن خودشون رو زمین، چون تا پخش نشید هنوز خودید، تا خودید اون نمیتونه بیاد. خدا خیلی دلش میخواد بندش رو ببینه و خودش رو به بندش نشون بده، اما خب بنده تا خودش است که اون خدا بی نهایت است. التفات بفرمان به این عرضم، بی نهایت کی میتونه خودش نشون بده؟ وقتی کسی در صحنه نباشه. اگه کس در صحنه باشه، وقتی من هستم، اونی که بیاد که دیگه خدا نیست. چرا؟ چون اون با نهایت است. چرا؟ خوب التفات بفرمان، اگر من باشم شما باشین، دو تا هستیم، کدوممون بی نهایتی؟ هیچ کدوم. چون من نهایتم نمیذاره شما بی نهایت بشید، نهایت شما نمیذاره من بی نهایت شم. روی خیلی فکر کنید، اگه خواستید خدا داشته باشید، باید خود نداشته باشید، که این کار مشکلیه، ولی راه داره یا راه نداره. با این عبادات و روزه ها و خود شکستن و خود خواهی ها رو از بین بردن، کار درست میشه یا نمیشه؟ خب میگن خودیت نداشته باش، یعنی مانع حضور حق رو از بین ببر، کبر نداشته باش. یعنی اینا مگه چه کار میکنه؟ اینا نمیذاره اون بی نهایت بیاد. چرا؟ چون تویی. گفتم فراغ تا کی؟ گفتا که تا تو هستی، تا تو هستی با خودی تو، لیک مجنون بی خود است، در طریق عشق بیداری بد است. سجده یعنی من هیچم هیچ، به تعبیر اساتید بزرگ میگه همینطور که در حالت سجده هیچی را نمیتونی نگاه کنی، خب خودی هم باید نگاه نکنی. سجده یعنی هیچی نیست در صحنه. مؤمن انشاءالله به جای میرسه که میبینه نه خودی هست نه غیری. اینجاست که اون طلوع میکنه، اون بی نهایت هست. اگه تو پیدا شد اون نیست، اون نیست. پس باید تو نباشی، تو نباشی. وقتی تو نبودی و من نبودم، اون پیداش میشه. برای همین میگه که تمام ابعاد شخصیتت رو خاک کن. امام در این کتاب آداب و صلاتشون میفرمان که حتی این بینی ترم کنی، این که میگن بینی تونم رو خاک بگذارید، ایشون حتی احتیاط میکنن، میگن باید بگذاری، یعنی یه جوری میگن که انگار نگذاشتنش خطرناکه. بحث فقهیش رو من نمیدونم، بحث عرفانیش رو امام اینجور میفرمان که تو باید هیچ عضوی که خودیت ازش برمیخیزه نداشته باشی، خاک بشی. پیشانی نمایش شخصیت تو است، تو نیستی. بینی نمایش کبر تو است، کبری نیست. دست نمایش قدرت است، پا و اطراف پا نشانه هنر است و توانایی. باید تو نباشی، چیزی نمونه دینا.
برات تا اون پیداش بشه. یه وقت این بزرگان آقا در سجده خودشا میدیدن. خوب دقت کنین، حالا ممکن است بگون نمیشه، خب معلومه نمیشه، کار میبره. ابوالحسن خرقانی میگه 30 چند سال من تلاش کردم تا خدای محلی بهم گذاشته، تازه اون که محل کمیست. این راه داره، یعنی این سجده های طولانی دست شما نیست. شما نباید اراده کنید که خدا براتون پیدا بشه، شما تسلیم بشین تا خدا خودش نشه. خدا که رئیس شما نیستین، اون رئیس شماست. فقط شما میتونی سجده کنی به این معنا که خدایا گفتی سجده کنم، و هیچ هم هیچ، تا اون یواش یواش خودش به شما نشون بده. دوباره عرضم و التفات بفرمایید، در رکوع خدا رو در صفات میبینید، در سجده صفات هم فانی میشه، خودش رو میبینید. یعنی چه؟ اونا که میدونن میفهمن، ما فقط دنباله میکنیم. به اصطلاح قایو این یه بحث خوبیه که میفرمان فنای در ذات، یعنی جز حق نمیبینید. یه وقت ما مثال میزنم، یه وقت شما یه زیبایی میبینید متوجه میشید از خداست، یه وقت قبل از اون که اون زیبایی رو ببینید خدا رو میبینید. نمونهش این نوره توی این اتاق، قبل از این که منو ببینید این نور رو میبینید، ولی اگه یکی بگه کو نور، نمیدونم چی نور، هر کی دیده فقط میتونه بپذیره، بقیه هم که هیچ. کو نور، نور که پیدا، لیوان پیدا، از همه نور پیدا نیست، ولی قبل از این که این لیوان رو ببینید نور رو میبینید. دیگه لا حد له ولا رسم نخره، دیگه اونجا گفتنی نیست، اهلش میفهمند. یا من هو وقت تفاد فرت نوره، ما امیدواریم به شدت وقتی ما میدونیم که ائمه ما، غیر ائمه ما، شاگردان ائمه ما در رکوعشون، در سجدشون چیزایی گیر میوردن، که ما هم ول نمی کنیم. حالا فوقش عرض کنم، حالا فوقش مثل زید ابن حارثه نمیبینی و نمیشنوی، مثل خودت که لجن بودن حرام را حس میکنی، خب در رکوعت هم از این مقوله ها که انشاءالله به من و شما میدن، یعنی ما نمیتونیم خیلی محسوس بیابیم حضور حقا، ضعیفتر میابیم. حضرت میفرمان اهل تقوا در مکتب رکوع و سجود خودشون رو زنده نگه داشتن. او وقت حالا ببینین آخرین جمله یه این فرازش، خب چرا یا امیرالمومنین، اینا مگه چی میخواستن که اینقدر محکم میتونستن بندگی کنن؟ یت لبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم، اینا از خدا میخواستیم که بابا این گردنشون از این گناه ها و حسره ها و حسار ها آزاد کن. یعنی رسیده بودن به این که میشه این گردن رو آزاد کرد، میشه که سرک کشید به غیب وز شد، میشه که حس متعالی پیدا کرد. شما حسرت گاهی دیم قشنگ حسرت یکی دیره میخورید که اصلا این آدم حسش با ما فرق میکنه. خب چی تو شده که این حسش با ما فرق میکنه؟ من اگه آب ببینم آب دلم میخواد، نون ببینم نون دلم میخواد، غیب ببینم غیب دلم میخواد. این آدم ها مبادی میلشون عوض شده، مبادی میلا التفات دارین دیگه، یعنی اصلا میلشون میلای بزرگ شده است. خب قبول دارید اینا؟ خب میگه چرا اینا به اینجا رسیدن؟ گردن نفسشون رو از اسارت دنیا آزاد کردن. یطلبون الالله، طلب و تقاضا به سوی خدا دارن. از چی؟ فی فکاک رقابهم. یه خورده رو این بمونید، حالا معلوم میشه. گاهی شما دلتون میخواد قلبتون با زبانتون یکی بشه، یعنی وقتی میگونه الله اکبر،
تمام وجودتون در منظر جانتون حس کنید اکبر بودن خدا را. همه همینا دلشون میخواد دیگه. کی نمیذاره؟ گردن نفسمون گرفتار خیالات و حسیات و هوس هاست، یعنی گرفتار این جان که نمیتونه در منظر خودش اکبر بودن حضرت حق قلبا حس کنه. راش چیه؟ باید این گردن رو از این اسارت آزاد کرد. چطوری؟ حضرت فرمودن با طولانی کردن عبادات، به خصوص رکوع و سجود، نماز. داستان ها داره دیگه، اونجا که خودتون میرسیم طرف اومد گفت یا رسول الله چه کار کنم که برم بهش، چه کار کنم اصحاب بهش بشم؟ گفتم فقط سجده ده طولانی کن. چی میشه تو این سجده؟ ما نمیدونیم چی میشه، ولی خدا خودش اون چه میشه را به عهده گرفته است. مثل گداست، گدا در خونه را میزنه، چی میدونه چی میشه؟ ولی گدای کسی بودیم که کریم است، خودش یه چیزایی میده که خود قرآن میفرماد که اصلا لا خطر. این جمله مال امیرالمومنین است، آیه هم میگه لا خطر فی ذهن بشر، اصلا بشر خطور بهش نمی کنه که عجب ما میتونستیم به این چیزا برسیم. آیه میفرماد اصلا لا حساب نمیتونستی بکنی که ما اینا رو بهت میدیم. من روی این جمله یه خورده تاکید میکنم و بحثا تموم میکنم. میفرماد فی فکاک رقابه، اولا باید ما برسیم به این که آقا بالاخره این گردن ما، گردن ما که میتونه با عالم غیب ارتباط پیدا کنه، الان بسته شده، گرفتار شده، قول گناه و خودخواهی افتاده است به این گردن ما. این یک. ثانیا راه نجات داریم، این خیلی مهمه. یعنی اگه ما راه نجات نداشتیم که اینقدر محکم با نمیستادیم رو این قضیه. یعنی من میخوام بگم اهل تقوا از اون راهی که حساب نمی کنن بیشتر باید اطمینان داشته باشن، مگه نه؟ مگه نگفتن اهل تقوا فقط اون که به عهدشونه انجام میدن، ولی یا رزقشون من حیث لا یحتسب میرسه. واقعا من شما نمیدونیم چطوری ما نجات پیدا میکنیم، ولی ما کارمون، ما امید، خدا دوست داره که ما اطمینان داشته باشیم به دستورا که داده است، که اطمینان به خودشه البته، نه اطمینان به اعمال خودمون. خب پس راه داریم. به قول آقا گفت نیست در عالم ز هجران سخت‌تر، هر چه خواهی کن ولی کن این مکن. یعنی شما همتون قبول دارین هیچی سخت‌تر از این نیست که آدم بی خدا بشه. جمع و شمع خیش را ویران مکن، دشمنان را کور کن شادان مکن، بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن، این تناب خیمه را بر مکسلان، خیمه توست آخره ای سلطان مکن. قلب مومن عرش رحمان است دیگه، شما لوه میزنی که خدای هر چه خواهی کن ولی کن این نکن. نیست در عالم ز هجران سخت تر، هر چه خواهی کن ولی کن این مکن. یعنی خدای خودت از ما نگیر، حالا هر کار میخوای دیگه بقیش بکن. وقت اینا یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابه، اینا همینا میخوان، میگن خدایا ما تو را میخوان، ما میخوام که گردنمون آزاد بشید از بی خدایی به تو برسیم. این کم مقامی نیست. جمله‌ای که یادداشت کردم اینست که عمیق‌ترین غم متعالی و هوشیارانه وقتیست که آن متعالی در منظر جان ما نباشه. اینجا جای غم داره. وقتی شما فهمیدین غمتون چیه، حالا این اشکتون هم در میاد. وقتی اشک اتصال میاره، ما اصلا نمیدونیم غممون چیه که گریه کنیم. عمیق ترین غم متعالی و هوشیارانه، یعنی یه غمی که باید داشت، هوشیاران این غمو دارن،
وقتی است که آن متعالی در منظر جان ما نباشد و ما گرفتار چیز دیگری باشیم و با او بیگانه باشیم. خب اینا فهمیدن، به سجده و رکوع میرسن تا خودشون رو نجات بدن از این هرما. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک مغرور عیوننا یوم لقائک برویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بده. پروردگارا به حق خودت ما را از رجبیون قرار بده. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدا. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدا. پروردگارا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدا. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیر. اللهم صل على محمد و آل محمد.